سلام به همه دوستان برنامه صبح خلاق، من دکتر ایمان فانی هستم و امروز میخوایم در مورد تفکر دایورجنت یا تفکر واگرا با هم صحبت کنیم. تا اون قحطی، جنگ و مرگ. در فرهنگ سنتی اروپای مسیحی به اینا میگن اسبهای عرابه آخرالزمان و بر اساس یه سری متون مثل مکاشفات یوحنا یا پیشگویی‌های حزقیال نبی اعتقاد داشتن که این چهار سوارکار پیش از آخر زمان کره زمین رو مورد تاخت و تاز قرار میدن و در واقع یک نمودی بود از ترس‌ها و استراب‌هاشون و احتمالاتی که درباره آینده میدادن. احتمال وقوع پندمی‌ها که در تاریخ هرگز کم نبوده، احتمال وقوع جنگ، احتمال وقوع قحطی. در کنار این در زمان ما آینده انسان خداگونه رو هم اضافه کنیم که ترس از هوش مصنوعی و غالب شدن فناوری به شکلی که انسان نمیخواد و دوست نداره هم به این ترس‌ها و استراب‌ها اضافه شده. و همیشه در طول تاریخ یه ایده دیگه هم وجود داشته، یک انتخاب دیگه هم در مورد آینده وجود داشته و اون پیشرفت انسان بوده که در دوره ما شاید بهترین نمودش همون باور به خداگونه شدن انسان باشه، انسان خداگونه، که اتفاقا اونم فقط جنبه مثبت نداره، بلکه یه عده‌ای از این میترسن که انسان مخور ساخته خودش یعنی هوش مصنوعی بشه. پس میبینیم که هر چقدر ما پیشرفت کردیم در حقیقت در تشخیص این که در آینده قراره چه اتفاقی بیفته ماهرتر نشدیم، بلکه همون انتخاب‌ها، همون گزینه‌هایی که در گذشته پیش روی ما وجود داشته الان هم وجود داره. شاید دلمون می‌خواست که فقط یک آینده وجود داشت تا بتونیم برای اون آینده برنامه ریزی بکنیم، برای اینکه هر کدوم این گزینه‌ها راه و روش برخورد متفاوتی رو می‌طلبن، روی کرده یکسانی نمیشه در مقابلشون داشت. در واقع یکی از ترسناک‌ترین صحنه‌هایی که انسان می‌تونه باهاش روبرو بشه همیشه دوراهی‌ها هستن. Fork in the road. دوراهی ها برای انسان حتی به صورت نمادین، حتی در فیلم ها، حتی در داستان ها هم استراب ایجاد می کنن. از این بابت که شما ممکنه قدم در راه نادرست بگذارید و به نتیجه نادرست برسید، انتخاب نادرست بکنید، و هم اون راهی رو که انتخاب نکردید باعث یک نوع حسرت در وجود شما میشه که بهش میگن در انگلیسی FOMO، Fear of Missing Out، ترس از دست دادن، از جماعت عقب افتادن. این ترس از دوراهی، ترس از گزینه‌های متعدد در آینده اونقدر قوی بوده همیشه در طول تاریخ که حتی میشه بازتابش رو در ادبیات دید. شاعر معروف آمریکایی رابرت فراست یه شعری داره به نام راهی که انتخاب نکردم، راهی که بر نگزیدم، The Road Not Taken، که اتفاقا دقیقا در مورد همین موضوع هست که در یک جنگل به دوراهی میرسه و به این فکر میکنه که باید یکی رو انتخاب بکنه و قطعا دیگه هیچ وقت به این دوراهی بر نخواهد گشت که اون یکی راه رو بره، برای اینکه هر دوراهی به دوراهی‌های بعدی در زندگی منتهی میشه و تقریبا این شبکه انشعابات هیچ وقت ما رو به اون نقطه اولیه بر نخواهد گردوند. و بازتاب این قضیه در فلسفه هم اتفاقا کوچک نیست. شاید بشه گفتش که مفهوم انگست، دلهوره، مفهوم حتی تهوع که ژان پل سارتر ازش حرف میزنه در واقع اشاره به همون امکان انتخاب‌های نامحدود یا گزینه‌های نامحدود در آینده داره. یا مثلا در کتاب یا این یا آن از سورن کیرکگور دقیقاً به همین مفاهیم اشاره میشه. اما چرا اینقدر این تفکر و این انتخاب‌های متعدد، گزینه‌های متعدد برای ما استرابزاست؟ برای اینکه اینو متوجه بشیم باید به انواع تفکر برگردیم و اونا رو مطالعه بکنیم. به طور کلی ما دو نوع تفکر داریم. تفکری که ما بیشتر باهاش آشنا هستیم، تفکری که بیشتر باهاش سر و کار داریم و در حل مسئله ازش استفاده می‌کنیم، تفکری است به نام تفکر همگرا یا convergent thinking. اما شاید بهترین مثال از تفکر همگرا زدن تست چهار جوابی باشه. وقتی که شما از قبل گزینه‌ها رو بهتون دادن و قرار اونا رو حذف بکنید و فقط به یک جواب برسید و یک جواب باقی بمونه از بین جواب‌های محتمل.
یا اگه بخوایم بهش فکر کنیم، اون حس خوبی که جبر و مثلثات به ما میده وقتی یک معادله بزرگ جبر یا مثلثات رو حل میکنیم، در واقع همین اتفاق میفته. یعنی پارامترها رو از دو طرف معادله خط میزنیم و نهایتاً به اون جواب شیرین یک یا صفر یا برابر شدن عدد دو طرف معادله میرسیم و میتونیم بگیم که حتی یک المان عاطفی هم با خودش داره، یعنی یک احساس خوش پیروزی و یک احساس راحتی و رهایی به ما میده اتفاقا. اما ریشه های این تفکر، تفکر کانورجنت یا تفکر همگرا چی هستش؟ این تفکر در جهان جانداران اونقدر ریشه داره و اونقدر سابقه تاریخی داره که ما میتونیم در واقع از نظر تکاملی ردش رو در پروسه شکار، در روند شکار کردن بگیریم. وقتی که شکار اتفاق میفته، اون موجودی که شکار هست در حقیقت داره از جونش دفاع میکنه و مسئله براش مسئله مرگ و زندگی و فرار کردن. در حقیقت این نفع براش داره که میتونه مدت بیشتری به زندگی ادامه بده. اما شکارچی تنها امتیازی که دریافت میکنه از این تعقیب یک وعده غذاه. بنابراین میبینیم که مسئله برای شکار شاید مهمتر باشه روی کاغذ از مسئله برای شکارچی. بنابراین شکارچی از نظر دستگاه زیستی و تکاملی باید به نحوی مجهز باشه که بتونه از بین همه اون گزینه‌هایی که براش وجود داره یکی رو روش قفل کنه، روش زوم بکنه و در حقیقت بتونه همه چیز دیگر رو از ذهنش پاک بکنه و فکرش رو همگرا بکنه تا اینکه بتونه شکارش انجام بده. این موضوع انقدر مهمه که اصلاً استراتژی دفاعی استتار برای اونایی که قرار شکار بشن روی این تشکیل شده. یعنی کسی که ممکنه شکار بشه سعی میکنه که تفکر همگرای شکارچی رو شکست بده. علتی که رنگ پوست گورخرا اینجوری راه هستش در واقع قایم شدن در بین ساوانای آفریقا شاید نباشه. و اگه خوب فکر کنیم در مناظر ساوانای آفریقا جایی که گورخرا زندگی میکنن شاید یه همچین رنگ پوستی خیلی به استتار کمک نکنه. کاری که اینها میکنن اینه که در همون گله خودشون استتار میشن و در حقیقت نوعی بینایی اون ببر یا شیر رو به هم میزنن و باعث میشه که شیر نتونه روی یکی از اینا تمرکز کنه، یکی از اینا رو از گله جدا کنه و شکار کنه. یعنی در حقیقت دارن با تفکر همگرای اون شیر یا ببر مقابله میکنن، گیجش میکنن و جلوی قفل شدن شکارچی روی هدف رو به این ترتیب با این شیوه استتار میگیرن. حتی از نظر شیمیایی ما واسطه شیمیایی نوروترانسمیتری داریم به نام دوپامین که کارش ایجاد توجه، تمرکز و حس پاداشه. یعنی شکارچی باید قبل از اینکه شکارش رو بگیره یک امیدی داشته باشه، یک احساس مثبتی داشته باشه از اینکه میتونه موفق بشه. مثل دلهره‌ای که عاشق تجربه میکنه وقتی که روی هدفش قفل میکنه، یا مثل حس خوبی که جویندگان طلا یا جویندگان گنج دارن و احساس میکنن که هر لحظه موفق میشن. در حقیقت یک باور اغراق‌آمیزی در شکارچی به وجود میاد که حتما موفق میشه. اون احساس خواستن توانستن است، اون احساس خوش خواستن توانستن است. در حقیقت شاید واسطه شیمیاییش دوپامین باشه که هدفش از نظر تکاملی اینه که شکار رو برای شکارچی مقدور، ممکن و قابل حصول جلوه بده تا اینکه شانس شکار بیشتر بشه. خب این از تفکر همگرا. دیدیم که چه ریشه های عمیق تکاملی داره و چه در حقیقت دستیاران زیستی و شیمیایی هستن که کمکش میکنن. اما تفکر دیگه داریم به نام تفکر واگرا یا تفکر دایورجنت. این کارش چی هست؟ این نمود و بروزش چیه و چه فایده ای داره؟ معمولا مثالی که میزنن اینه که اگر شما برای یک ابزار کاربردهای متعددی بتونید تو ذهنتون فرض کنید، تصور بکنید، این میشه مثال تفکر واگرا. اما من از جهان طبیعت برای شما مثالهای در حقیقت عینی و واقعی بیشتری دارم که به نظرم اونا از کارکرد تفکر واگرا در طبیعت بیشتر به ما میتونن کمک بکنن و راهنمای ما باشن. بهترین مثالی که من براش میتونم پیدا بکنم گیاهان و جانورانی هستن که بذر خیلی زیادی تولید میکنن یا نوزادان و فرزندان خیلی زیادی تولید میکنن با تکثیر جنسی. هر کدوم از اون دونه هایی که گل قاصد تولید میکنه در حقیقت یه پکیج کوچولو از ماده ژنتیکیه
که یه خورده با برادر خواهرش فرق داره، با بذرا و دونه‌های دیگه فرق داره. و در حقیقت هر کدوم اینها مثل یک احتمال پاسخ به یک احتمال، یک گزینه برای آینده طراحی شدن. مثلا یکی از این دونه‌ها ممکنه که به رطوبت حساس باشه و نسبت به خشکی مقاوم باشه، یا یه دونه ممکنه که در مقابل اسیدیته محیط مقاومت بیشتری داشته باشه از بقیه. پدر و مادر این گزینه‌های مختلف رو به تعداد بسیار زیاد تولید می‌کنن و در حقیقت دارن از یک نوع تفکر واگرای طبیعی و تکاملی استفاده می‌کنن و هر کدوم این بچه‌ها رو روونه آینده می‌کنن به امید اینکه هر کدوم این آینده‌ها اتفاق افتاد براش گزینه‌ای وجود داشته باشه و ژنوم اون جاندار از بین نره. باز ماهیا یا قورباغه‌ها یا همه اونایی که تخم‌ریزی خیلی خیلی زیادی دارن، می‌دونیم که تکثیر جنسی اساساً به این علت اتفاق می‌افته که تنوع ژنتیکی اتفاق بیفته و هر کدوم اینا به یکی از شرایط محیطی که ممکنه در آینده پیش بیاد مقاوم‌ترن. چیزی که در انتخاب طبیعی یا در فرگشت و تکامل بهش میگن ژنتیک دایورسیتی. اما ممکنه شما بگید که این مثالایی که زدی در حقیقت از غریزه و تصادف بود. تنوع ژنتیکی یه چیزیه که کاملا تصادفی و رندوم هستش. اگه بخوایم در دنیای ارادی، دنیای خلاق و دنیای انسان خردمند مصداقهایی از تفکر واگرا ذکر بکنیم، اون وقت چطور خواهد بود؟ اصلا سیر تکاملی تفکر واگرا در انسان چجوری بوده؟ بله، و اگه بخوایم در تاریخ تکامل گونه انسان بهش فکر بکنیم، شاید این مثال براش از همه چی بهتر باشه. تصویری که الان داریم با هم میبینیم یه تعدادی استخون هستش. اولین ذهنیتی که برای آدم ایجاد میکنه اینه که غذا تموم شد. یعنی غذا خورده شده، گوشت و خوردن، استخونها رو باقی گذاشتن. کاربردی از این شاید به ذهن نیاد. اما اون جایی که نیاکان ما در تاریخ تکامل گونه انسان خردمند به این استخونها نگاه می کردن، یه زمانی، یه مقطعی در تاریخ به این نتیجه رسیدن که این استخونها می تونن کاربرد دیگه هم داشته باشن. و در اون صحنه به یاد موندنی 2001 اودیسه فضایی فیلم استنلی کوبریک، وقتی که اون گوریل برای اولین بار از استخون به عنوان یه ابزار استفاده میکنه، به عنوان ابزار شکستن و ابزار اعمال نیرو و قدرت استفاده میکنه، در حقیقت میشه گفتش که اولین بار اون تفکر واگرا اتفاق افتاد. یعنی یه ارتباط تنگاتنگی وجود داره بین نگاه هوشمند به عناصر فیزیکی این دنیا به عنوان ابزار و رشد و تکامل تفکر واگرا. در حقیقت وقتی ما تونستیم پیشرفت بکنیم و به صورت تصاعدی پیشرفت بکنیم که پدیده‌های فیزیکی این دنیا رو براشون کاربردهای متعددی در نظر بگیریم و تفکر واگرا رو در موردشون بست بدیم، همونجور که اون استخون در یک پروسه 4 میلیون ساله نهایتاً تبدیل شد به یک سفینه فضایی. و اگه بخوایم دقیق‌تر بهش فکر کنیم، حتی قبل از اینکه ما بخوایم از اشیای بیجان این دنیا به عنوان ابزار استفاده کنیم و بهشون با کاربردهای مختلف فکر بکنیم، همین دست خودمون، همین انگشتی که انگشت شستی که میتونست در مقابل 4 انگشت دیگه قرار بگیره، در حقیقت opposable thumb، این اولین ابزار بود. یعنی وقتی که ما تونستیم به بدن خودمون با ابتکار و خلاقیت بیشتری فکر بکنیم و انتظارات بیشتری ازش داشته باشیم، در حقیقت اولین ابزار رو ابداع کردیم یا اولین ابزار رو شناختیم و اون ابزار در حقیقت مغز ما رو توسعه داد. یعنی اینجوری نبود که مغز جداگانه توسعه پیدا بکنه، در خلوت مثل یک فیلسوف بشینه مراقبه بکنه و به نتایج مختلف برسه. این یک چرخه بود، یک لوپ بود که در اون ابزار مغز رو توسعه میداد و مغز ابزارها رو توسعه میداد و هرچی ابزارها بهتر میشدن، در حقیقت خلاقیت ما و ایمیجینیشن ما، قوه تصور و خیال ما نسبت به ابزارها گسترش پیدا میکرد. و این صرفاً یه تئوری نیستش. حتی در گونه های دیگه که بسیار با ما فاصله دارن و بسیار با ما فرق دارن، مثلا نرمتنانی مثل اختاپوس و سرپایان، به دلیل اینکه اندامهاشون، پاهاشون ابتکار عمل خیلی خیلی زیادی ایجاد میکنه و در حقیقت دایره حرکت خیلی خیلی زیادی ایجاد میکنه، جالبه که اونها هم به نوعی هوش دست پیدا کردن. میدونیم که اختاپوس ها اونقدر باهوش هستن که میتونن
اگر درون بطری قرار بگیرن از داخل بطری در رو باز بکنن یا از اسباب بازی خوششون میاد یا حتی اخلاقای درونگرا و برونگرا دارن. ویژگی‌های بسیار شگفت‌انگیزی دارن که یکی از مهمترین تئوری‌ها در موردش اینه که به دلیل قدرت آزادی عمل و ابتکار عمل فیزیکی که داشتن، این مغز در یک تانگو، در یک رقص مشترک با اندام رشد کرد و امکانات فیزیکی اون موجود زنده رو بست و توسعه داد. پس بنابراین یک رابطه تنگاتنگی وجود داره بین ساختن ابزار و تفکر انتزاعی. ما بدون اینکه ابزار داشته باشیم نمیتونیم از تفکر انتزاعی حرف بزنیم، از تفکر واگرا حرف بزنیم و بدون تفکر واگرا هم نمیتونیم ابزارهای جدیدی رو به وجود بیاریم. در واقع اگه ما فقط یه ابزار داشته باشیم، همونجوری که این ضرب المثل معروف رو شنیدید، میگن اگر که فقط چکش داشته باشی همه چی شبیه میخ به نظر میرسه. پس بنابراین راه حل ما برای بسط و توسعه تفکر واگرا، برای اینکه بتونیم خلاقیتمون و قوه تصورمون رو بیشتر کنیم، برای اینکه بتونیم تفکر انتزاعیمون رو گسترش بدیم، اینه که ابزارهامون رو تنوع بدیم. اینجوری نیستش که تفکر واگرا یک جرقه نبوغی باشه که در تاریکی زده میشه و شانسی باشه و از دسترس افراد خارج باشه، فقط نوابغ بهش دسترسی داشته باشن. بنابراین همون قوانین جعبه ابزار برش حاکمه. جعبه ابزار شما اگر که کامل باشه ولی بیش از حد شلوغ نباشه، ابزارهای بی خود و بی جهت و بی کاربرد و بی مصرف درش نداشته باشیم و از یک ابزار دوتا نداشته باشیم و ابزاری هم کم نداشته باشیم، میتونیم در حقیقت یک دایره عمل خیلی وسیع رو بر خودمون تصور بکنیم که مدام محدوده خلاقیت ما رو گسترش میده و تفکر واگرای ما رو به نتایج بهتر و بهتری میرسونه. و در حقیقت یک تعادل ظریفی وجود داره بین اینکه ابزار رو ما در حقیقت سوء تعبیر نکنیم، شبیه اون داستان پری دریایی که فکر میکرد با چنگال میتونه موهاشو شونه بکنه و چنگال رو با شونه اشتباه گرفته بود. این رو ممکنه یه نفر به عنوان خلاقیت تفسیر بکنه و یک نفر به عنوان سوء تفاهم در مورد کاربرد ابزارها. یه سویت سپات وجود داره، یه نقطه در حقیقت اپتیموم وجود داره برای این مسئله که رسیدن بهش شاید با تمرین بهتر از هر چیزی حاصل بشه. اما اگه بخوام مثالی براتون بزنم از کاربرد تفکر واگرا به صورت سیستماتیک، نظاممند و غیر تصادفی، میشه از رشته پزشکی مثال زد. در پزشکی چیزی داریم به نام تشخیص افتراقی. مثلا اگر کسی با سرفه مراجعه بکنه، این ممکنه علتش یه ذات‌الریه باشه، یک بیماری ویروسی مثل COVID-19 باشه، میتونه آسم باشه یا سل، ممکنه عوارض داروها باشه، ممکنه در اثر یک فشار فیزیکی روی راه‌های هواییش باشه مثل بزرگی تیروئید، ممکنه یک بیماری ژنتیکی باشه مثل سیستیک فایبروسیس یا یک چیز بسیار اورژانس و کشنده مثل آمبولی ریه و یک پروسه بسیار مزمن مثل ترش کردن و پس زدن اسید معده در هنگام شب. بنابراین ما همه اینا رو یکی یکی بعد تو ذهنمون داشته باشیم و به صورت سیستماتیک به همه اینها فکر بکنیم تا بتونیم به تشخیص درست برسیم. یا باز در رشته تخصصی من، رشته رادیولوژی، ما هیچ وقت یه تصویر از یه شکستگی نمیگیریم. در حقیقت برای اینکه ما بتونیم موقعیت شکستگی رو تعیین بکنیم، حتما لازم داریم که از دو زاویه بهش نگاه بکنیم و این حداقل هست. هرچی زوایای دید ما بهتر بشه، ما اون موقعیت شکستگی و آسیب رو بهتر میتونیم تعیین کنیم، جابجایی قطعات شکسته نسبت به هم رو بهتر میتونیم تعیین کنیم. اگه بهش فکر کنید، در فوتبال هم یه همچین قضیه وجود داره. ما وقتی که می‌خوایم ببینیم که توپ و دروازه با هم دیگه چه موقعیتی دارن و لحظه در حقیقت در این شک و تردید باقی نمونیم، چند تا دوربین میذاریم که دروازه رو زیر نظر بگیرن تا اینکه بتونیم بفهمیم که این توپ وارد دروازه شد یا نشد. باز اینجا یه مثالی میبینید از یه رادیوگرافی که یه استخون شکسته رو داره نشون میده که در عکس رخ ممکنه شما فکر بکنید که این قطعات فقط در هم فرو رفتن، در صورتی که در عکسی که از بغل گرفته شده میبینید که این قطعات به صورت جلو و عقب هم جابجا شدن و منحرف شدن و این خیلی در جا انداختن و گچ گرفتن مهمه که ما بدونیم این دو قطعه نسبت به هم چه وضعیتی دارن و اینو فقط با دو زاویه دید به صورت سیستماتیک، تمرین شده، پیش بینی پذیر و تکرار پذیر میتونیم به دست بیاریم. حالا مثالش چیه؟ این زوایای دید در زندگی خیلی مستاق‌های زیادی پیدا میکنن.
فرض کنید که شما میخواید زبان یاد بگیرید و میخواید یک دید عمیق زبانشناسانه پیدا بکنید، یک اشرافی به زبانهایی که بشر بهش تکلم میکنه پیدا بکنید. در این صورت شما بد نیستش که به درخت تکامل زبانهای هندو اروپایی مثلا نگاه بکنید. ببینید یکی از شاخه های این درخت در سمت راست میاد و از زبانهای اروپایی تبدیل میشه به زبان انگلیسی. یک تنه بزرگ دیگرش زبانهای هندو ایرانی هستش که یک شاخه بزرگ این میاد و تبدیل میشه به زبان فارسی در سمت چپ تصویر. بنابراین شما وقتی فارسی بلدید و انگلیسی بلدید، یک پوششه، یک کاورج خیلی کاملی از زبانهای هندو اروپایی در حقیقت به دست آوردید. حالا اگه میخواید یک زبان سوم یاد بگیرید، شاید فکر جالبی باشه اگه به فکر خلاقیتید، اگه به فکر کاورج بزرگ روی زبانهای بشری هستید، برید مثلا زبان ژاپنی یاد بگیرید یا یکی از زبانهای بومی آفریقا رو یاد بگیرید. تا اینکه اون ضرب المثلی که میگن هر زبانی یک دنیای جدیدی به روی شما باز میکنه، وسعت اون دنیا برای شما خیلی بیشتر و بزرگتر باشه. اما موانع این تفکر واگرا، تفکر دایورجنت چیا هستن؟ شاید اولیش تنبلی باشه. همه ما رفتیم و در یک رشته درس خوندیم و مدت‌های طولانی وقت گذاشتیم و وقتی به ما بگن که بیا جعب ابزارتو تنوع بده، بیا یه چیز جدیدی یاد بگیر، ممکنه خیلی احساس ایستایی و اینرسی بکنیم و دلمون نخواد که این قدمو برداریم. اما به نظر من اگه ما بخوایم به همون اسلاید اول برگردیم، به اسبای عرابه آخر زمان، احتمالاتی که در آینده مطرحه و اون کار تکاملی که موجودات زنده میکنن وقتی که قاصدک اون دونه های متعدد درست میکنه یا قورباغه اون تخمای خیلی خیلی زیاد رو میریزه، همه اینا دارن برای بقا مبارزه میکنن. مسئله مرگ و زندگی دوستان. بنابراین ما ناچاریم که این ابزاری رو که باهاش به اشرف مخلوقات تبدیل شدیم، یعنی ابزار تفکر واگرا رو، حفظ بکنیم و حتما جعبه ابزارمون رو تنوع بدیم. اگه بهش مثل مسئله مرگ و زندگی نگاه بکنیم، شاید یه مقداری انگیزه پیدا بکنیم که حتما این قدم رو برداریم. مسئله بعدی مسئله زمانه. چجوری وقت گیر بیارم برای این همه چیزی که برای یاد گرفتن وجود داره و همه ما در طول کارهامون در طول روز وقت خیلی زیادی و صرف در حقیقت معاش میکنیم یا تحصیل میکنیم و چجوری میتونیم در کنارش چیزای جدیدی رو یاد بگیریم و استفاده کنیم. چجوری وقت پیدا کنیم برای کارهایی که به ما کمک میکنه جعبه ابزارمون تنوع پیدا کنه. یه اصطلاحی هست در کسب و کار که خیلی استفاده میشه و اون ساید هاسل هست. یعنی طفره‌ای که فرد در کنار کار اصلیش میزنه، جنب و جوشی که داره و فعالیت‌های جنبی که در کنار کار اصلیش دنبال میکنه. یعنی ما باید این هنر رو پیدا کنیم که چند تا پروژه رو همزمان و به صورت موازی پیش ببریم و خسته نشیم و ازشون غافل نشیم. و این هم یه چیزی که مثل عضله که با تمرین قوی میشه، کسی که چند تا کار متعدد و کنار هم پیش میبره، یواش یواش یاد میگیره که چجوری اینا رو باید براش برنامه‌ریزی کنه، چجوری باید براش وقت بسازه و چجوری در ذهنش جعبه ها یا اتاق های متعددی تعریف بکنه که اینا رو کنار هم بتونه پیش ببره. خب حالا چه مهارت‌هایی هستش که ما باید علاوه بر اون شغل اصلیمون یا تخصصمون یاد بگیریم؟ یعنی در حقیقت چی تو جعبه ابزارمون بذاریم؟ شما هر شغلی که داشته باشید، برای معرفی خودتون، برای اینکه بتونید در دنیایی که هر روز مجازی‌تر و مجازی‌تر میشه حضور داشته باشید، نیاز دارید که مهارت‌های وب رو یاد بگیرید، در حقیقت وب مستر بشید. شاید لازم باشه که یک وبسایت برای خودتون داشته باشید، برای کسب و کارتون، برای معرفی رزومه‌تون حداقل. بنابراین ابزارهایی که بهش میگن ابزارهای وب مستری یا ابزارهای شناخت اینترنت و سوشال میدیا، یکی از اون چیزهایی که حتما باید بتونید یاد بگیرید و مدیریتش کنید. و برای این کار شما لازم نیست اصلا برید کد نویسی یاد بگیرید. لازم نیستش که برید 4 سال مهندسی نرم افزار بخونید. شما میتونید این کار رو با ساختن وبسایت خودتون یاد بگیرید. ابزارهای خیلی زیادی وجود داره که برای آدمایی که حرفه‌ای نیستن بهشون کمک میکنه که این پروسه رو به سرانجام برسونن و پیچیده نیستش. بنابراین یکی از راهایی که کارهای موازی رو پیش میبرید و وقت میسازید برای خودتون اینه که هر کاری رو با انجامش یاد بگیرید، نه که برید ساعتها تئوری براش بخونید. فرض کنید که شما میخواید سینماگر بشید. شما میتونید اصول سینما رو با ساخت اولین فیلم کوتاهتون یاد بگیرید با همون یک دونه موبایلی که دارید. و لازم نیستش که
لیسانس و فوق لیسانس هنر بگیرید یا مدرسه سینما برید تا اینکه بتونید فیلم بسازید. با آموزش‌های رایگان خیلی زیادی که در اینترنت وجود داره، اصول اون کار رو میشه یاد گرفت و بقیه‌اش رو بعد با آزمون و خطا فرا گرفت و بسیار از فیلمسازهای بزرگ هم همینجوری فیلم ساختن. پس بنابراین ما هر کاری رو با انجامش یاد میگیریم، نه با خوندن تئوری. یه چیزی که ازش نباید غافل بشیم، چیزی هستش که بهش میگن کار سنگین یا وسعت کار، massive action. ممکنه که شما یه شعر فوق‌العاده زیبا بگید یا یه داستان کوتاه فوق‌العاده قشنگ بنویسید، اما در دنیایی که همه دارن برای توجه رقابت میکنن، مهمترین چیز مداومته و حجم کار رو اصلا دست کم نگیرید. بنابراین اگه شما فقط یک شعر نوشتید، حتی اگه اون بهترین شعر هم باشه، ممکنه که شما رو به موفقیت نرسونه. شما باید به صورت مداوم و مستمر کار بکنید. ممکنه اون کاری که شما رو در حقیقت به دنیا میشناسونه یا برای شما نتایج مادی به بار میاره و ازش نتیجه میگیرید، کار صدم شما باشه. این به این معنی نیستش که کار صدم شما الزاماً از همه بهتره. اما مثل همون قورباغه که هزاران تخم میذاره، مثل همون قاصدکی که هزاران دونه تولید میکنه، شما هم باید همون مسیر رو در تفکر واگرا پیش بگیرید. برای اینکه یکی از اینها هستش که در حقیقت نبوغ شما با نیاز دنیا تلاقی میکنه و در یک نقطه اپتیموم به هم میرسن و کار شما به طرز تصاعدی برای شما نتیجه میده. و از یه چیزی هم هرگز غافل نشید. بدونید که وقتی شما ابزارهاتون رو تنوع دادید، وقتی شما چند تا چیز یاد گرفتید، وقتی شما دانش‌های متعددی رو کسب کردید، این خطر وجود داره که دیگران فکر کنن شما یک همه کاره هیچ کاره هستید. تازه یعنی اول ماجرا. و راهی که بتونید به این غلبه بکنید اینه که شما باید اصول روایت رو یاد بگیرید. یعنی بتونید یک جمع‌بندی از همه چیزایی که یاد گرفتید به دست بیارید از اون جعبه ابزارتون و به دنیا در کلمات محدود، به دنیایی که اصلاً وقت نداره و توجه نداره و شاید علاقه هم حتی نداره، بگید که من چی کارم، من چه مشکلی رو میتونم از شما حل بکنم، من چه گره‌ای رو میتونم باز بکنم. و برای این شما باید به فن روایت مسلط بشید. بنابراین یکی از اون کارهایی که هر کسی در هر شغلی هست، اگه لاستیک فروشه، اگر پزشکه، اگر شاعره، شعر گفتنش به معنی فن روایتش نیست. برای اینکه بتونه شعرش رو پرزنت کنه، بگی من با شعرم چه مشکلی از دنیا حل میکنم، باید فن روایت رو یاد بگیره. و این خودش یکی از اون اسکیل هایی هستش که همه باید کسب بکنن. در غیر این صورت، صرفا جمع‌آوری ابزارهای متعدد تبدیل میشه به اینکه فرد رو به نام یک همه کاره هیچ کاره بشناسن. یکی از راههایی که میهای چیکسن‌میهای، یکی از مهمترین روانشناسان پوزیتیو سایکولوژی، روانشناسی مثبت گرا، ازش حرف میزنه، اینه که شغلتون رو اختراع بکنید. یعنی شما از مجموع چند توانایی، از سنتز چند توانایی و ابزار دارید یه مشکلی رو حل میکنید. این یعنی در حقیقت یه شغلی رو اختراع کردید. و مثالی هم که میزنه رونتگن هستش و میگه رونتگن کسی بود که رادیولوژی رو، رشته رادیولوژی رو اختراع کرد. پیش از رونتگن اصلا رادیولوژی وجود نداشت. و هرگز هم از معجزه کار پاره وقت نمیشه غافل شد. در حقیقت مندل کشیش بود و در کنارش با اون کار جنبی که در اون باغچه صومعه می‌کرد روی نخودها، تونست قوانین مهم وراثت رو کشف بکنه که یکی از مهمترین پیشرفت‌های علم زیست شناسی بود و این کار رو در وقت آزاد خودش می‌کرد و تا مدت‌ها هم به خاطرش شناخته نشد، به حساب آورده نشد. زیست شناسای اون موقع از دو تا چیز خیلی بعدشون می اومد. یکی این که مندل از قوانین ریاضی استفاده کرده بود و دوم این که یک کشیش بود و داشت تو زیست شناسی دخالت می کرد. درست در موقع که زیست شناسی داشت به این سمت می رفت که در حقیقت عوامل ماوراءطبیعه رو از شناخت جهان طبیعت حذف بکنه و اصلا تحمل اینو نداشت که یک کشیش بخواد بیاد براش در مورد قوانین زیست شناسی، اونم به وسیله ریاضی، حرف جدیدی بزنه. بنابراین وقتی یه آدمی از یه وسیله جدیدی استفاده میکنه و در وقت شخصی خودش از زمان سرگرمی خودش، هابی خودش برای گشایش یه مشکلی استفاده میکنه، ممکن اتفاقات خیلی بزرگی بیفته. یا همینطور داروین وقتی که برای نقشه برداری در اون سفر اکتشافی از خط ساحلی آمریکای جنوبی رفت، در حقیقت به هزینه شخصی خودش این کارو کرد و
یک زیستشناس، یک جغرافیدانی نبود که مأمور به این کار شده باشه. و اینم باز یک نمونه ای هستش که انسان‌ها وقتی که پروژه خودشون رو با اعتقاد و با کنجکاوی و با عشق دنبال میکنن به چه نتایج بزرگی میرسن و چقدر میتونن دنیا رو بهره‌مند بکنن. اما یکی از مسائلی که وجود داره اینه که اگه فکر بکنید وقتی افراد روی یک پروسه متمرکز میشن خیلی زود میتونن نتیجه بگیرن. چرا معمولاً فیزیکدان‌ها و ریاضیدان‌ها یا المپیادی‌ها در عصر ما افراد خیلی خیلی جوانن؟ برای اینکه شکوفایی در یک رشته فوق تخصصی مثل فیزیک نظری یا مثل ریاضی یا ورزشکارا میتونه در سن پایین جواب بده. اما شما برای اینکه بخواید در تفکر واگرا یک انقلاب ایجاد بکنید، یک نتیجه بنیانکنی بگیرید، به زمان بسیار طولانی احتیاج دارید. همونجور که داروین 20 سال روی کتاب منشأ انواعش Origin of Speciesش کار کرد و زحمت کشید. و تفکر واگرا چیزی نیستش که شما خیلی زود ازش نتیجه بگیرید. برای اینکه در کنار اینکه دارید نقاط رو به هم وصل میکنید و جعبه ابزارتون رو تنوع میدید، در کنار اون بعد روایت رو هم بسازید و به دنیا بباورونید که شما همه کار هیچ کاره نیستید و این بسیار بسیار زمان میبره. اما اجازه بدید که ما بیایم یک نمونه از روش استفاده از تفکر واگرا رو با همدیگه کار بکنیم و ببینیم که چجوری ازش میشه به نتایج جدیدی رسید. گفتیم که شاخه‌های مختلف دانش ابزارهای ما هستن که در اون جعبه ابزار میذاریم. چند از اون ابزارهایی که اگر شما بخواید دید بسیار کلان پیدا بکنید من حتما توصیه میکنم، یکیش تاریخه، یکیش دونستن جغرافیاست و یکیش اقلیم شناسیه. برای اینکه اقلیم جنبه سیال جغرافیاست که در عصر ما به شدت دستخوش تحول تلاطم و ما اگه بخوایم آینده رو پیش بینی بکنیم حتما باید یه مقداری از اقلیم اطلاع داشته باشیم. حالا اجازه بدید با این ابزارا ببینیم که راجع به یه مسئله‌ای به نام اقتصاد چجوری میتونیم فکر بکنیم و به چه نتایجی میرسیم. آدم اسمیت متفکری هستش که کتاب ثروت ملل رو نوشته و در حقیقت یکی از مهمترین متفکران سرمایه‌داری به حساب میاد. و همه شکوفایی اقتصادی و رشد اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی رو تا حدود بسیار بسیار زیادی به نظرات اقتصادی آدم اسمیت نسبت میدن. مهمترین چیزایی که آدم اسمیت روش تاکید کرد این بود که ما در زنجیره اقتصادی باید تکیه‌مون رو بذاریم روی نفع شخصی افراد. جمله مشهورش که حالا من به مضمون نقل میکنم اینه که ما نونمون و نون شبمون رو به خیرخواهی و ایثار نونوا در حقیقت واگذار نکردیم، بلکه نونوا باید از تولید نون نفع شخصی ببره و همینجور قصاب و همه اصناف دیگه در جامعه. نکته مهم دیگه که آدم اسمیت یادآوری کرد این بود که شما وقتی که پول در میارید یک کسب و کاری دارید، برخلاف زمانهای گذشته که میومدن این پول رو پسنداز میکردن، تبدیل به طلا و نقره میکردن، زر و سیم و میذاشتن تو کوزه و روش ترشی میریختن و قایم میکردن تو زیر زمین یا یه جوری پسندازش میکردن بالاخره. آدم اسمیت گفت شما باید این پول رو، این درآمد رو برگردونید به کار تولید، یعنی بزنید تو کارتون و کسب و کارتون رو گسترش بدید. حالا کارگر بیشتری بگیرید، مواد اولیه بیشتری طراحی بکنید، کارگاه رو بزرگتر بکنید، به هر شکلی شده باید این رو گسترش بدید. نکته درخشان دیگه ای که آدم اسمیت به ما یادآوری کرد این بود که کارا باید تخصصی بشن و مثالی هم که زد گفت اگه شما یه کارخونه میخسازی حتی دارید، اون کسایی که میخو تولید میکنن، اون کارگرا باید اونقدر تخصصی بشه که یه نفر رو داشته باشید که نوک میخا رو تیز میکنه و یه کس دیگه باشه که اون ته میخا رو پخ میکنه و پهنشون میکنه و این دو نفر نمیتونن یکی باشن و کارایی به شدت زیاد میشه وقتی که شما تخصصی سازی کنید. و نکته دیگه که یادآوری کرد این بود که ما بعد موانع تولید رو از سر راه برداریم و بیشتر از توزیع روی تولید متمرکز بشیم. در حقیقت این میشه مفهوم سرمایه‌داری و گردش سرمایه. پولی که در میاری به کسب و کارت برمیگردونی و این باعث میشه که تولید بیشتر بشه و همینجور درآمد به صورت تصاعدی بالا میره. معمولاً هم افراد فکر میکنن که آدم اسمیت نقطه مقابل و آنتیتز کمونیسم و مارکسیسم هستش و هر وقت که آدم میخواد یه دوگانه رو تصور کنه دوگانه مارکس و آدم اسمیت رو تصور میکنه. اما جالبه که آدم اسمیت
کتاب ثروت ملل رو در سال 1776 نوشته و مانیفست کمونیسم مارکس مال سال 1848. یعنی این دوتا اصلا همزمان نیستن. بنابراین اون عقاید نبوغامیزی که آدم اسمیت مطرح کرد اصلا در پاسخ به مارکس نیست. شاید مارکس در پاسخ به آدم اسمیت نظراتشو مطرح کرده باشه. اما سوال اصلی اینه در زمانی که آدم اسمیت نظراتشو مطرح کرد چه چیز انقلابی در حرفاش وجود داشت؟ حرفای آدم اسمیت آنتیتز چه روند اقتصادی بود؟ نظم اقتصادی جهانی که آدم اسمیت دید، مشاهده کرد، نقد کرد و بعد براش تئوری داد که تغییر باید بکنه، چه نظم اقتصادی بود؟ این چیزی که ما باید بشناسیم. آدم اسمیت همونجور که گفتم اینجا جاییه که از ابزار تاریخ باید استفاده کرد. در سال 1776 زمانی که کتابش رو مینوشت امپراتوری بریتانیا به اوج قدرت خودش رسیده بود و کمی هم از اون قله نزول کرده بود. یعنی درست زمانیه که جنگ‌های استقلال آمریکا داره اتفاق می‌افته، درست زمانیه که امپراتوری بریتانیا در اوج قدرته و یک ارز واحد به اون دنیای زیر سلطه انگلستان دیکته کرده و یک قانون واحد وجود داره. دریانوردی نسبتاً ساده شده، کشتی‌ها بین مستعمرات بریتانیا خیلی راحت رفت آمد میکنن، یک قانون حاکمه و مسئله توزیع در واقع حل شده. مسئله پول واحد هم حل شده. و این برای دنیا چیز جدیدیه. اتفاقی نیستش که در همه طول تاریخ وجود داشته باشه. در واقع اگه ما بخوایم جهان قبل از آدم اسمیت رو بشناسیم، باید یه واژه‌ای رو بشناسیم به نام مرکانتیلیزم یا بازرگان سالاری. پیش از آدم اسمیت هم مالکیت شخصی رو به رسمیت میشه مردن. کمونیست و مارکسیست نبودن. در حقیقت نسخه دیگه ای از سرمایه‌داری داشتن که بهش میگفتن مرکانتیلیزم. در مرکانتیلیزم شما سعی میکنی که صادراتت رو به حد اکثر برسونی و وارداتت رو حتی الامکان کم بکنی. یعنی در حقیقت تجارت آزاد رو قبول نداری. سعی میکنی که صادرات خودت از همه بیشتر باشه. مرکانتیلیزم مخصوص جهانیه که در اون توزیع گلوگاه قضیه است. توزیع بسیار مشکله. دریانوردی بسیار مشکله. راه‌های دریایی پر از دزد دریاییه و ناامنه. همونجوری که این ضرب المثل ما در فارسی داریم که وقتی یه نفر ناراحته بهش میگن مگه کشتیات غرق شده. و راه‌های زمینی هم پر از راهزنه. چیزی به نام یک اتحادیه وجود نداره. هنوز یک امپراتوری مثل انگلستان مسیرهای دریایی رو یکسان و یکی نکرده و به همدیگه پیوند نزده. در مسیر خشکی هم راهزنا هستن، کشورهای متعددی هستن که تضاد منافع دارن و عبور از همه اینها بسیار مشکله. بنابراین شاید بهترین نمود و نماد از مرکانتیلیزم دنیای قبل از آدم اسمیت شخصی باشه به نام مارکوپولو که یک آدم یگانه‌ای بود، یک آدم منحصر به فردی بود که از ونیز سفر کرد به دربار چین و همه این کشورها رو تونست پشت سر بذاره و این سفر درش دو نسل از یک خانواده تاجر شرکت کردن. یعنی یک سفر 20 ساله بود، زندگیشون بود، فقط بیزنسشون نبود. سفر بسیار خطرناکی بود و آدم بسیار منحصر به فرد و نادری بود، به طوری که وقتی برگشت و داستاناشو تعریف کرد معروف شد به یه آدم خیالباف و دروغگو. یعنی اونقدر این اتفاق نادر بود کسی به همه این کشورها سر بزنه، همه این فرهنگ‌ها و همه این سنت‌ها رو تجربه بکنه که اصلا حرفشو باور نکردن. بنابراین اگر یک نفر رو بخوایم از اون دنیای پیش از آدم اسمیت به عنوان نماد بشناسیم، اون فرد کسی نیست به جز مارکوپولو. بازرگانا آدمای خاصی هن، منحصر به فردی هن و اینجا توزیع مهمه. یعنی در حقیقت بازرگان یک نوع دیپلومات هم هست. یعنی در حقیقت در جهان مارکوپولو بازرگان کسیه که چندین زبان بلده، بازرگان کسیه که در حقیقت یک نوع دیپلومات هم هستش و اجازه عبور داره، برای اینکه همه نمیتونن از همه این مرزهای خطرناک و راه‌های خطرناک عبور بکنن و از هر کشوری که عبور میکنه اون دولت، اون پادشاه یک گاردی رو هم بهش اختصاص میده که به سلامت بگذره. در چنین دنیایی تخصصی سازی اونچنان مفهوم نداره، برای اینکه تولید خطرناکه. شما اگه همه زحمتتون رو روی یک محصول بکشید به دلیل اینکه ریسک بالا هستش ممکنه اون محصول ناپدید و نابود بشه. بنابراین شما باید آچار فرانسه باشید. برخلاف جهان آدم اسمیت که مشکل توزیع حل شده،
در جهانی که شما مشکل توزیع دارید نمیتونید روی یک محصول تمرکز بکنید و چون باز ریسک بالا هست، کلیدواژه اینجا کلیدواژه ریسکه. چون خطر بالا هست از همه جهت، شما نمیتونید همه سرمایه، همه پولی که به دست آوردید درآمدتون رو برگردونید تو کسب و کار و یک کسب و کار رو گسترش بدید. فرض کنید اگر 1000 جریب گندم کاشتید، درآمد این رو نمیتونید در سال بعد تبدیل کنید به 2000 جریب گندم. شاید در سال بعد به دلیل طوفان‌ها و به دلیل بی‌ثباتی اقلیمی گندم اتفاقاً جواب نده و شما باید یک کار دیگه بکنید. از اون طرف میبینید که در دنیای سنتی در تقریباً همه جا خانواده‌ها بسیاری از کارها رو خودشون انجام میدادن. بسیاری از غذاها رو نمکسود یا خشک میکردن برای فصولی از سال. پارچه رو خودشون میبافتن. حتی بسیاری از نجاری‌ها و ابزارهای منزل خودشون تعمیر می‌کردن یا خودشون می‌ساختن. یعنی همه تا حدود زیادی آچار فرانسه بودن. این جهانی بود که کارگر درش ارزون بود، جهان قبل از آدم اسمیت. زمین‌ها بسیار بزرگ بودند و متعلق به ارباب‌ها بودند و زمین تکه تکه نشده بود. همونجور که گفتم راه‌ها ناامن بود، ارز واحدی وجود نداشت و پول ملی کشورها بسیار نوسان داشت و کشورها با همدیگه متخاصم بودند و هنوز یک امپراتوری خیلی وسیعی مثل انگلستان ایجاد نشده بود. بنابراین در چنین جهانی منطقی بود که شما سعی بکنی که صادراتت رو به حد اکثر برسونی و وارداتت رو کم بکنی. بنابراین می‌بینیم که عقاید آدم اسمیت مخصوص جهانی بود که این مشکلات همه حل شده بود. و مثل یک فرمول ریاضی نیستش که یک قانون جهان شمول فرازمانی و فرامکانی باشه که وقتی شما به این رسیدی و این مسئله رو حل کردی دیگه به نقاط قبلی تاریخ بر نگردی. شبیه اختراع ماشین نیستش که وقتی ماشین اختراع شد دیگه گاری و اسب کنار بره. یکی از کتابایی که خیلی خوب اون دنیای پیش از آدم اسمیت رو توضیح میده، جهان مارکوپولو رو توضیح میده، کتابی به نام جاده‌های ابریشم از پیتر فرانکوپان که به جنگ روی اسامی جنگ‌ها و پادشاه‌ها تمرکز بکنه، زندگی روزمره و در حقیقت مسیرهای تجاری تمام طول تاریخ رو توضیح میده. راه‌هایی که زمانی ازش برده عبور کرده، زمانی نمک، زمانی ابریشم، زمانی نفت و زمانی هم طاعون. خب، حالا با دونستن همه اینها، با دونستن تاریخ، با مقایسه اقتصاد آدم اسمیتی با اقتصاد سرمایه‌داری پیش از آدم اسمیت، ما می‌خوایم به چه نتیجه‌ای برسیم؟ می‌خوایم ببینیم دنیای کنونی ما چه وضعیتی داره. آیا از نظر کاهش ریسک، رفع ریسک شبیه دنیای آدم اسمیت یا برگشته به دنیاهای قبلی؟ مدتی بیش از یه سال که ما با یک پندمی جهانی روبرو هستیم که زنجیره تأمین کالاها رو در بسیاری از کشورها خابوند، باعث شد که کشتی‌های قارپیما در سواحل زمینگیر بشن، باعث شد که مرزها بسته بشه و تجارت رو به شکل جدی دچار مشکل کرد و اثراتش هنوزم ادامه داره و هر کشوری که دوباره وارد یک قرنطینه میشه یا در حقیقت مجبور میشه که کسب و کارها رو ببنده، دوباره یک اخلالی در زنجیره تامین کالا به وجود میاد. همینطور که الان در مورد هندوستان داره اتفاق میفته. چه کسی زمانی فکرشو میکرد که دو تا کشوری که در حقیقت تمایز خیلی زیادی با هم دیگه ندارن و به شدت متحدان نزدیکی هستن و مرز مشترک عظیمی دارن مثل کانادا و آمریکا مرزاشون رو به روی هم دیگه ببندن؟ بنابراین از دید همه‌گیری شناسی ما میبینیم که این دنیا به شدت غیر قابل پیش بینی شده و اون کلید واژه ریسک در دنیای کنونی ما بالا رفته. باز اگه کسی اطلاعات اقلیم شناسی به دست بیاره میدونه که به شدت اقلیم بی‌ثبات شده. همین مدتی پیش بود که طوفان و ریگ روان باعث شد که یک کشتی باری بزرگ در کانال سوئز منحرف بشه و کانال سوئز رو ببنده و هر روزی که این مسیر تجاری، این میونبر تجاری بزرگ و بسیار مهم دنیا بسته میموند، 10 میلیارد دلار خسارت ایجاد می‌کرد و چیزی حدود 500 تا کشتی در هر دو طرف این آبراه معطل و منتظر شده بودند. و اینا اتفاقایی نیستش که فقط یک بار بیفته و احتمالش در آینده به دلیل اینکه ارتباط داره با تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتی اقلیمی، طوفان‌ها، خشکسالی‌ها، امکان تکرارش زیاده. از طرفی ما دوباره داریم شرایط جنگ سرد رو تجربه می‌کنیم. کشورها دوباره وارد تخاصم با هم دیگه شدن که این هم یک پروسه معمولی هستش که بعد از پندمی ها اتفاق میفته. دلیلی وجود داشت که در قرون وسطا قحطی جنگ تا اون رو کنار هم دیگه میذاشتن. بنابراین وقتی
ارتباط سیاسی کشورها با هم دیگه دچار تلاطم میشه، وقتی احتمال یه جنگ سرد دیگه به وجود میاد، اولین چیزی که ضربه میخوره زنجیره توزیع هستش و ریسک توزیع بالا میره. بنابراین دوباره ما باید روی توزیع تمرکز بکنیم. اگر در کسب و کاری هستیم که به صورت اینترنتی میتونه انجام بشه، باید بخش زیادی از انرژیمون رو بذاریم روی توزیع. اتفاقا باید وبسایتمون رو بسازیم. اتفاقا باید حضورمون رو در شبکه‌های اجتماعی تقویت بکنیم. و برخلاف امنیت نسبی که جهان بعد از آدم اسمیت پیدا کرده بود و میشد روی تولید یک محصول تمرکز کرد، شاید لازم باشه که ما محصولاتمون رو متنوع کنیم، یک کمی آچار فرانسه باشیم و روی یک موضوع تمرکز کامل نمیتونیم داشته باشیم. همین جور به دلیل اینکه ریسک یک تولید بالا رفته، ممکنه ما بخشی از درآمدمون رو نتونیم به پروسه کسب و کار برگردونیم، بلکه لازم باشه که پسنداز بکنیم. در یک کلام، به قول رابرت کاپلان، تحلیلگر جغرافیای سیاسی، ما از جهات بسیاری به دنیای مارکوپولو برگشتیم و این فقط از جنبه سیاسی نیستش، بلکه مهمترین اثرش رو در اقتصاد و در کسب و کارها میذاره. و وقتی ما ابزارهای شناختمون رو دایورسیفای کردیم، با چند وسیله تونستیم شناخت به دست بیاریم، مثل تاریخ، مثل اقلیم شناسی، مثل همه‌گیری شناسی و مثل ابزار جغرافیای سیاسی، اون وقت میتونیم ببینیم که از بین همه آینده هایی که در زمان ما برای دنیا محتمل هستش، کدوما احتمالات واقع بینانه تری هستن و میتونیم در حقیقت شانس بقای خودمون رو در یک چنین دنیایی بالا ببریم. و در حقیقت دیگه به این ترتیب ما تخم مرغ هامون رو در یک سبد قرار نمیدیم. در نهایت بذارید که به همون تصویر اسلاید اولمون برگردیم. جنوس، خدای روم باستان، که یک مرد جوونه و یک پیرمرد که در دو جهت مختلف نگاه میکنن و در حقیقت خدای بنیانگذار تمدن بوده در روم باستان. و این شعار رو یادمون باشه که وقتی ما فقط یه زاویه دید داریم، این تقریبا مثل هیچ میمونه. همه چیز از اونجا شروع میشه که ما دو زاویه دید داشته باشیم تا بتونیم که به اون موضوعی که میخوایم بررسی کنیم اشراف کاملی داشته باشیم. و در پایان صحبت هم شاید بد نباشه که به عنوان نماد تفکر واگرا به همون دستمون نگاه بکنیم. همون چیزی که ابزار پیچیده ماست، همون چیزی که مغز ما رو رشد داده و همون چیزی که در حقیقت در اون تانگوی پیچیده با مغز شرکت کرده، خلاقیت و تفکر انتزاعی رو باعث شده و خودش توانایی حرکتی دست رو پیشرفت داده و گسترش داده. از اینکه به این لکچر توجه کردید متشکرم.